بامان خدا. با سلام، خانم خندان هستم. اخبار دومالدار جان خنده را خدمت شما تقدیم میکنم. ابتدا سرخط اخبار. همسایه شهر خربوزه خواب طلایی دیدن. دامادی که دست عروس در عروسی رها کرد. مردم دیار بیت هفته بخار در دراهی. حال مشروع اخبار را لالالافا از سمن شما میرسد. با سلام مجدد خدمت شما دوستان و عزیزان و حلقه‌مندان برنامه جهان خنده و بخش اخبار. در این اواخر نرخ تویره های دختر در شهر بیکپرستان به هزینه های بسیار بالا قرار گرفته است که این هزینه ها به ارزش میلیون ها افغانی میرسد. دلار از بین رفته چون دلار دیگر در این کشور شهر بیکپرستان مشاهده نمیشود. یک داماد بیچاره که در آغاز زندگی بازار زر سرخ برایش نشان داده بود و گفته بودند که هیچ مصارف از شما نمیگیریم، وقتی کنار نامزد شدند مجبور به هاروسی بسیار گزاف و هاروسی در رستوران و شواخینی جداگانه و همتون شلی سر حمام و بعضی چیزهای دیگه که از رسم رواجای 300 سال پیش بود اونا را از سرایشان تطبیق کردند. و این داماد بیچاره که در هتل قرار داشت و دست عروس به دستش بود وقت نکار رسید و در این قسمت پدر وکیل دختر که چون یک آدم بسیار زمخت و زشت بود نرخ تویانه امی اقامر دختر را به $100,000 قرار داد که این داماد بیچاره هرچی چنه و چونه زد نتوانستند که این نرخ را پایین بیارن. گفت اگر $100,000 در قمارش مندازی عروس هستوست و اگر نمی کنی این کار را فقط شما منتظر باشید. داماد بیچاره که بسیار وضعش خراب بود که باید عرق رویش سرازیر میشد و سون پدر خواست سعی کرد که این چیز به فروختن نداریم و $100,000 از کجا کنیم. بالاخره ناچار شد که دست دختر را در عروسی ماچ کرد و گفت که من میروم تا نرخ این دختر را پیدا کنم، دوباره میایم زن خود را خواهم برد و همه تا یک سرکنده و پایکنده از محفل فرار کرد. خسرش که دست دامات خود را گرفته بود که چرا هر روز را با خود نمیبری. گفت پدر جان وقتی که سنگ زورت نرسید ماچ کو و بجاش بن. بالاخره مادر آروس از غم زیاد زار ترق شد. و بقیه اخبارا پیش بزک. توجه کنید به خبر خیال پلو. دیشب ساعت 2 بجه به وقت شهر خربوزه چاری چابلین به جهان خنده گفت. چهار همسایه های شهر خربوزه خواب طلایی دیدن. گفتند در خوابشان که شربت خان از پاکستان خواب دیده، گفته که تا جلال آباد از ماست. اوه چقدر خوب از شماست. جناب رضا مرادی از ایران خواب دیده که تا هرات از ماست، از شماست. جناب پاپاشا روسی خواب دیده که تا بندر خنجان از ماست، از شماست. مستر تیلر خواب دیده بسیار خواب تیلونی، گفته که کل شهر خربوزه از ماست. باز تعبیر خواب چالی برشان گفته که خواب طلایی دیده رفته، خار چدایی چیده رفته، رفته و دلبسته و دلبوریده به اصل مطلب نرسیده، بخیزه که سوب شده. مردم دیار بی‌تفت بخار در دراهی. کاکا فضلو بچه‌ش در کارن تا لقمنانی به دست آورن و ایالش گشنه نمانن. عیال کاکا فضلو یک مثالی است از تمام مردمی که در تپ و تلاش لقمنانی هن که با صد دل عبی به دست می آورن تا از گشنگی شکمکای خودشان و اشتکایشان صدای بابا غرغوری نتن. این یک روی سکه است و یک روی سکه دیگر زمان خود را نشان می دهد که فصل زمستان پیشا پیش کهن سالان را مجبور به پوشیدن لباس های گرم می سازد و حال نه تنها غم شکم است بلکه غم گرم ماندن نیز افسوده می شود. هر سال در این وقت سال قیمت های چوب و دیگر مواد سوختی از برج خلیفه دبی نیز بالاتر می رود و سواره از دل پیاده مسکین خبر ندارد. و اینجاست که مردم دیار بی‌تفت و بخار در دراهی میمانند.
که اول غم شکم را بخورن و یا غم چوب و سخت زمستان را. این بود اخبار دنباله‌دار جان خنده. تا اخبار دیگر تو میتونی دست محکم در روی میز بزنی و میریم که مهمان منتظر ماست. خانم خندان و لالالافوک ایتو یک میمان میفهم را را باش کن بس یک میمان چه باید میمان خدا معرفی میکنه خودش. بریم که ناوقت شد. بازم سلام مجدد خدمت شما دوستان و عزیزان و حالا قمندان برنامه جهان خنده هست تلویزیون جهان هستین. خوشحال هستم که بازم یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان برنده قرار داریم. خدا کنه که دقایق با ما هستین، لذت خوب و خوش زندگیتون باشه و از برنامه لذت ببرین، لبخند بلباشتان و شادی بدل های شما عزیزان دل باشه. و قسمه گفتیم مهمان در استودیو داریم و مهمان کسی دیگه نیست، صفی جان امانی هستن، هنرمند بسیار نابتاب ما که واقعا توانستن جای پدر خدانا پار کنن و هیچ کس خداوند بی جای نسازن. پیش از اینکه قربان جان سلام علیکم کنه صفی جان، ما بسیار خوشحال شدم قدمای سر چشمه ما که به جهان خنده مهمان آمده. عزیز بگویه که چی سوغاتی آورده؟ احمد توفه ها آورده. امی حقه بازم برای مهمان میدیم باز خاله خندان گپ خدا بزنید. چی گفتیم؟ امانی صاحب بسیار خوش آمدین. اول شما فکر کنم به مثل ورزشکارا چند سبک کار میکنه نه؟ خودتان بگو چند سبک کار میکنه. آره خندان امی کارتان ور خطایی در نخست کمره در خدمت امانی صاحب است که میتونه از طریق کمره سلام علیکی داشته باشن. عرض سلام علیکم در خدمت بیننده های عزیزتان و تشکر میکنم از برنامه زیبایتان که دعوت کردین، کوشک نوازی کردین. واقعا یک برنامه جالب دیدنی. یادآوری کنم که هفته گذشته من این برنامه جالب شما رو دیدم. مو شوق خلاقه بود که ما زنگ زدن شما ما خواستم که دعوت شم در برنامه تون سو جالب بود. تشکر زنده و سلامت باشه. امانی صاحب تشکر میکنم که دعوت ما رو پذیرفتین و در برنامه آمدین. چون آغاز برنامه هست میخواییم که پاچه فکایی را به آغاز برنامه آقای همانی بگویه. خیر سگیه. پیش از اینکه فکاییشان بگه ما یک اعلان دیگه میکنیم که صفی جان تنها آوازخوان نیست، ورزشکارم است. نام خدا یک پهلوان بسیار. یه نه بخیر دیگه در چندین سبک که تو گاد مکس کردین خدا نه. یه تو یک وقت شده که مثال عین ورزش شده باشی، مثال تو گارد گرفته باشی نه نه تو. باید تو بگم که امی دو رشته رو ما پیش میبرم، یکی موسیقی است یکی ورزش است. ورزشم از شغل پدرجانم هستم که ورزشم پدرجانم پیش برد. ما همیشه از طفولیت پهلوانی کردیم تا فلاله ضمن از جمناستیک. آ موسیقی هم از طفولیت شغل پدر جان هستم. چه شانگردان زده باشی؟ آه من شانگردانه چی میگه که کلپلی چی کرد؟ از این بنده بیا که از آقای امانی پرسان کنیم که ایشان چند سبک پیش میبرن؟ معمولا در وطن ما شما قربان جان چهار سبک موسیقی زیاد مرواج است. سبک مختلف از زیاد است. منتها چهار سبک بسیار مرواج است. به گفته پدر جانم کسی که در وطن ما در جغرافی موسیقی میکنه باید تقریبا ضروری است که چهار سبک بخونه. یعنی غزل، آماتور، محلی و قولی. عزیز می بخشین شما یک گپ داره نمی دیری برای عزیز ما. اما شما ما با گفته اما تو پیسه تل می برای یا نگو می چکم می برای یا نی می برای خوش ما محلی رو خوش دارم. میشه که اگه آهنگ محلی هم روی داری بخونیم؟ چرا نه چرا ده شما بخونید و ما جان بنوازه تو بخون ما چن دایره خودت شما فکر کنم که میگرده خب مگم افضلی جان اصلا بیشتر عزیزان بده نفهمم که این داری چوچه را از کدام اشتک پیش پزک چور کده و آورده در برنامه اینا نفهم باز از خودش میشنویم که این داری را از کجا کده چور نکردم قربان جان را یک علاقمند تحفه داده ایشان گفتم از قلندر خیل بگرام برنامه تانه دیدیم بسیار برنامه تاپناپ است. ایره دادیم که در هفته یک بار قربان یکان آهنگ بخوانه. داری را که روان کردیم یک داری زنگی روان میکردین پوستی روان میکردین که ما میتونستیم که از او خوب مینواختیم و خوب آهنگ ها میخواندیم. خب بازم کوشش میکنیم در برنامه های بعدی یک آهنگ داری پوستی پیدا کنیم تا او بتانه موزیک داری را بزنه و ما بتانیم آهنگ های شابناد خوبشه خدمت حضور گرم شما تقدیم کنیم. میام داری اصلی هم هست و پرینا را با شه آورده همکاری میکنیم و کنم آهنگ میخوانه. ما نمیفهم شما شاکو جان چطور است؟
شاکوکوی بچم که چندین سال است که شاکوکوی نمرد شاکوکو جان خو قربان جان بخوانم که شا شد و مد و ها به تابش میخوانم اول استاد اجازه میتیم انتخاب خودش انتخاب خودش میمونیم می استاد مقدم است خوش میگم بس مقصد ایست که آهنگت میخوانم و یک موزیک چپ راسته میزنم اگر تو فکر دست اون آهنگت بگی اصلا سون موزیک فکر تا نگیری اگر فکر دست اون موزیک بگیری بخوامی که خلاص دیگه این بسیار باشه تو بیرای بزنی دیگه تو بله میخواهش میگم خیر است بر صورت شکار میکنیم که هم نوایش بین کلمه حالا شما یک تقاضا کنیم من نمیتون رو خود شما رد کنم یک چهار بیتی میخوانیم اما تو آمیانه به سبک مالی هم شد بسر که مدو چهار بیتی هم معمولی است یک چهار بیتی یک خواست در کنیم حالا خوشی مده چی است؟ یک چهار بیتی که شعرهای بسیار کلاسیک آمیانه سابقه ما شما در این گنجانه داشته بسیار خوش است خب میدونیم چک چک بریم ای من میمیرم و نظر با مولا دارم دم روی زمین و خانه تنها دارم دم روی زمین دو خانه از دوزخ و بهشت آیا با کدام آیا با کدام خانه تمنا دارم تمنا دارم تمنا دارم تمنا دارم تمنا دارم شیرین دخترک بیا کتیم یاری ما را میبرن گیریه نکوزاری کن ما را میبرن جای دیگر میفروشنه گرزار داری بیا خریداری کن خریداری کن خریداری کن خریداری کن خریداری کن آهنگ لایف خواندی یگان تا پلی بک میخوانه پلی بک بسیار چقدر آسان است مگم لایف بسیار مشکل است که واقعا باش که سوال از آقای امانی کنیم که اینا میخواین الگویشون کی باشه کدام نروند صرف و صرف پدر جانم یعنی میخوایی از آهنگای پدرت الگو باشی اما شهرت عزت وقاری که در جامعه داره پدرت آقای همانی اما شخصیت خودتان دارا باشین تا چه اندازه مردم بیرون از شما استقبال میکنن به خاطر پدرت یادآوری میکنن از کار کرده پدرت یاد میکنن شکر خداوند مردم همیشه عزت میتن همیشه قدر میکنن در هر جایی که میباشن خصوصا از زاویه پدر جان که ببینیم خب کاملا 100% عزت میشه مربوط میشه و ما هم کوشش همی است که بخیر همون جایگاهش که خالی هست پر کنیم و آیسا آیسا بخیر همون جایگاه خود برسانیم خدا این رو برای برنده ها میگیم که پدر صفی جان مریض هم است خدا شفا بدهش دعا میکنیم که کل مریض های اسلام شفا بده استاد امانی را تشکر زنده و سلامت شاید زنم بینده برنامه براتون خسته کن نشده این قسمت برنامه یک فکوی کاملا اسپیشل جالب خدا کنه و قدر خندم نداشته باشه میگه کدام خر در چاره قرار آمد در سر چاره خلکت
هر کی آمد اخت گفت وش گفت ای گفت او گفتی چی خره بیچاره نجای خب نخیست. آخر طرفی که خبر کردن گفت که تو بار بیا خرد سر چارا خب کده ایره بخی. ای طرفی که آمد چی که آمد ایره پشو گفت پیشی گفت لغت زد چوب زده چی که این خرم شق کدم قرار در سر چارای موترا که بند افتاده که افتاده که افتاده که دو سال یا قجن که یک دانه لوده از راتی شد گفت بخیزین که یک قدر نفرها آمدین غال به غال انداختین یا خر پس کده نمیتانی که برو ما که نتانستیم تو میکاره بکن آمدم این گوش خست کدام چیز گفت امی خر امی و چت از امی جای خواد قید بدم که نمیده میراره ایلا خکر ترافیک آمد گوه بیدن من ترافیک هستم که موترها رو درایف میکنم آفرین و تو خر رو درایف میکنیم چی گفتی به گوشش که یه جای خواد گفت مگه در گفت لالای خود نمی کرد گوش و بینیش همه بریدم این اما تو چی؟ این اما تو آخر دیگه رو بگه موتر زده بود از این پرسان کنه چطور شطور موتر زده که ما آدم بریده سرک می رفتیم این دیرون خل بود آمد من کل ایوانات میگه تصمیم گرفت که بیای افغانستان بازمی خر پای خود کشی آمدن پرسانش کنن تو چرا نمیری؟ ما بسیار توهین میشم در افغانستان اگه موتروان یک کار میکنه میگه او خر اگه یک جنگ میکنن میگه تو خر وارسی میگه تو خر وارسی در حالی که ما خرایت کنن ولی از این بندان از آقای امانی اول یک فکایی میشنویم که او قدر زیاد جالب نباشه که گردای خلا ما محکم بگیریم باز بعد از او خاطری جالب شو پسند میکنیم خب شما فکایی گفتیم و سبک خود گفتیم ما فکایی هم راجع به موسیقی است اگر خوبه به خاطر که ما داخل چاک کردیم موسیقی شما دوست داشتیم خوش است خوش میگم امیدوار هستم که پرعرفی نشه فقط خلاصه برتون میخوایم بگویم که در زمان سابق یک شخص بود میخواستم اون پادشاه سابق را ببینم بسیار تپتلای عاشق بوده میخواست که من از نزدیک ببینم ملاقات کنه شوقی بوده خب سالها کوشش کردم این هدفش برآوردن نتونست که بگه پاچه رو ببینه بالاخره یک دوستش مشوره کرد که یک دوستش که چطور کنم من این پاچه رو ببینم و دوستش هم که فکر کرد گفت والا هیچ راهی نیست بدون یک راه هست گفت چطور گفت یک گروه موسیقی اینجا هست در این گروه موسیقی هر جمعه پیش در دربار میرن پیش پادشاه موسیقی میکنن تو که از اینا هم نواش و که از اینا برو میتونه این کار دل کنه این یک راه هست بر صورت این میره که مستان موسیقی گپ میزنه میگه که امی مشکل مرا حل کنه مرا پیش پادشاه ببرن ما دفعه میس که ما پادشاه رو ببینیم یکم کاری کنن خوی سال موسیقی مولانا علی می باشه می هیچ گپی نیست می خی تو مجبور است یک کاله موسیقی بگیری یک چیز کنی دیگه اینجا خود تو ناخ نمیتون رفته این یک تنبور براش میتن تنبور میگه بگی اونجا که ما بنواس ما کار خلا میکنیم تو کار خدا کو پادشاه رو ببین بر صورت اینا داخل دربار میشن و موسیقی شروع میشه هم طبق معمول هم کار میشه پادشاه بسیار یک آدم با احساس و سوریلا و از نگاه موسیقی بازه گفای دیگه خب بر صورت این پادشاه اینا که میخوانند و مصاحبه خود جمع میکنند یک چاشنی تفریح میگیرند وقت تفریحشان میشه این پادشاه بسیار دقیق است وقتی که تفریح میگیرند اونجا موسیقی خلاص میشه پادشاه همون سوال میکنه میگه همین دوستان خب ما هر وقت میبینیم کیف میکنیم موسیقی میکنن ما لذت میبریم اینا هم لذت میبریم در هوای خود در فضای خود میباشن مگم تو دوستو میگنیم تو خود ما ایران هستم میگه چطور میگه که اینا کلی دالت خود بودن مگم دست تو به تنبور اینه میشه ماندگی بوده این بالا دال طرف ما باز کرده که دست دیگه تو مرکت نداشت تو اینه تو مانده بوده طرف ما تو چی میکردی دیگه تو هیچ کار نمیکردی این پادشاه را گفت ها این نفر سکت این نفر شوهر بود گفت خاله من اینجا چی میگم خب ما خلاص ما میشم دیگه گفت شاه صاحب گفت که هدف ای است که کل هدف موسیقی امی سر است سر لای گفت این به شورای که شما میده کلگک میزدن شورک میخوردن و مستی داشتن اینا سر می پالیدن یافت نمیشد بیادرت گفت سر افتاد دمیج قیدش کرده بود ما شور شب سوراب جان برنامه ما ردیت میکنه تشکری میکنیم اول ازش او صبح داشتم پشیم یک سیمش گشت او هم سرا میپاله واقعا فکایی امانی صاحب مثل هنگای شانوار سوریالی خوب دور به دراز بود ما حالا میفتم حالا خلاص میشه حالا خلاص دیدم که ما میرام بودم چه قدر چه قسم خلاصش کنم زود یک ذره دراز بود بله از این بینده در این قسمت بیا که یک گیتار برقی از خانم خندان میشنه با بسیار دیر شده پلکار را لدگه پلک دی بعدم در برقی آده چیز بیدی برو هر کار کدام کاری که میکنی بکنم اکسه سرست تو صدا نمیایی برقی بیدی سه ساکتر بند کدی آه این صدا آمد
بازنم یه پایتا بالا کسر لین اینه لین اب ما کم گرفتیم بالا که پایتا آفرین این آمد جذاب بود از ولی متیزاب یک دو تین چهار پنج شش هفت هفت نه بازور یک دو سه هم ساخته بودن چطور چی قصیده ای باره؟ یک دو سه چهار پنج شش هفت آفرین لیاقت نخواهم دینی کدام گپ هم دینیم گلونت قد 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 آرستی یک از علاقمند برنامه گفتن لیاقت پرسنن که خیره خواه گفتی که تیز رفتنش خوش میایه اما شطر بگو کجاش خوشت میایه شطر؟ بله شطر همی فهمش خب فهمش یعنی چه داشت؟ سومش هم میگه سومو نداره او نه نه پندش کوهانش هم میگه همه کوهانش رقم همه چیز هست نیه اگه فکرت باشه همه کسایی که تو پشتش میبرای و قسمیست بله از این دل راستی واقعا پیشپزا که چیز خوبش انتخابه یعنی دور فکره دور اندیشه دور خواستگ میکنه شدن اما مرا اون مجای قاتکدگیش که نمه تا بیریمل قاتکدگی در مقبولی خواست دارم چی جایه رو متوجه شدی بله بسیار نکته باری که صفی جان هم میگه که از شطر چیش باش پرسان کنیم که صفی جان کجاش خوش داره باز پیام آخرش میگیری فقط دیدارش خوش میاد اگه ما براتون واضح بگم همه چیزش خوش میاد فقط خوش میاد ببینه میشه هر باری که میبینم لذت میبرم اگه اون جالب نبود چرا در تابلوها زیادتر عکسش رو کردن شطور برای سواری بالا سواری سایه که چی مزارات بله عزیزان بیننده چون باز مثل هر بار دیگر در حالت ورخطایی قرار داریم که چون برنامه هیچ نمیفهمم چه قسم گذشت چون پیام میمون خدا داریم بازم تشکر میکنم از امانی صاحب که دعوت ما رو پذیرفتن و در برنامه حضور پیدا کردن امانی صاحب دیگه کامرا در خدمتتان است بسیار با معذرت که چون وقت بسیار کوتاه بود برای من شخصا میتونی پیام گفتنی چه که داری در کامرا میتونی بگویی بر عزیزان ببینید خواهش میکنم اولا خب بازم در اخیر یک تشکر باز میکنم از پیش واقعا لطف کردن دعوت کردن کوچک نوازی کردن در برنامه زیبایتون ما رو دعوت کردن واقعا از ارسی شما نام خدا ما مسئله ورزیده گوینده بسیار موفق افتخار ما هستین شما و پیام خاص ندارم فقط آرزو دارم که آرامی باشه، صلح باشه، همدلی باشه، همدیگر پذیری باشه در بین مردم ما که همیشه شما را عزیزای ما مسئله موفق ما مردم ما را بخندانن خوش باشن همیشه جامعه ما خوش باشه تشکر بسیار زیاد امانی صاحب بله از این بنده بر شما سوال خواهم داشت چرا امانی صاحب آهنگای خود را نخوان چون با خود ما خواستیم که برنامه را بدون آهنگ پیش بریم شما منتظر بشین که چه بعد امانی صاحب آهنگ خود را میخوان اما امانی صاحب بازم در یک برنامه دیگه دعوت میکنیم باز آهنگش از طریق برنامه دیگه خدمت حضور گرمتان تقدیم میکنیم حالا میریم که یک رفته برگشت کوتاه داریم ما میریم و دوباره پس میریم آمدید میگم علاقمندان دوزدارای جهان خندره یک میمان بسیار مسلکی بسیار که شما را میتونه که چی میگم ایران بسازه اینی خلطهش از عثمان جان عمری شعبده باز با افتخار شک چک چک میکنیم بله عثمان جان عمری شما را در برنامه خوش آمدید میگم در نخست کمره در خدمت سمره از زنی بنده سلام علیکی داشته باشین و بعد از این باز راجی بکار کرده و کار کرده گپ میزنیم سلام گرم خدا برای بینندگان تلویزیون جهان تقدیم میکنم و همچنان به پیش بزرگسه و خانو خندان و خوش میکتشکر تشکر زنده و سلامت بشی و ناگفتام نمانه که عثمان جان امیری رنج است رنج اسپیشال رنج هر چیز میتونه در کار که فردی هر از دیوار رو میتونه بالا جا خواهی که دیوار سر خم بالا میشه او رو موضوع بعدی است من میخوام از عثمان جان پرسان بکنم که چطور اینا علاقه همند آنری شعبده بازی شدن بله ما به خاطر از اینکه وقت خرد بودم همین چالی چاپلین نمیدیدم بسیار علاقه داشتم به او و زیافتر همین
موش بیشک است، کارتینیک شد، به این سال علاقه دارم و من همچنان که می خانم خندان گفت دیوال در دیوال راستی ما در دیوال بسیار بالا میتونم، اگر 30 تا 40 تا درختم باشه از این سر درخت استاد شین دو سر میبرم براتون یقینا دیگه این کارهای این 30 تا 40 تا درخت اگر قدار کنیم کسی رو غلط کرده باشین یا نیده شو بازی والا یگان وقت تو نشده خوب کوشش داره که حال ما به صبر منتظر هستیم نموچ بسیار خانم خندان پیش از اینکه کارهای نریشه عثمان جان شروع کنه فقط من میگم که لیاف صندلی رو دوخته میتونی چقدر یک سوال مقصد یا که سوزن یا که جوالدوز میدازی که خنک شده ما میخوایم صندلی بانم تو کجا خنک میزنه خنک سنی دیش جمعه بطی دارم بانم میزنه خلو خوال میکنید میگه گمش که در میگیرم آه انشالله باز مستم میره و روسیگی برز کس زغال چیزی که چی میگه کارای مسلکی عثمان جان در این خلطه است بدید از این بندن ما منتظر هستیم ببینیم عثمان جان کدام کارای حوالی داره خب او را پشت بگیم و می خواهم که بسیاری مردم میگه که امی از یک دست صدا نمی برای و ما می خواهم که به تمام در داخل کشور یا بیرون است با یک دست یک صدا برای شما بکشیم خب بکشیم خب چی شوه؟ این چکی میگه باید یک دست چک زده میشه میره اصطی هم از یک دست صدا و بایی بخواه میره بخواهیم که یک دست هم میتونن صدا بکشن اونو دیدین بچه شما صدا کن عمر جان در این کاغذ چیست؟ یک دانه تخم مرغ است ما این را میخورم و یک کمال باز فرطان اینجا میکنم خدا کنم یعنی که خام میخوریش؟ خود دلت دیگه آجیه چیز خونه میشه که از جوشه دستش خواهدیم جوشن نشه بسیار بله از این بنده سعی کنیم که چی میکنه و چی کار روایی داره و هم تخم مرغ در پوری آوردن خوش کاله تخم از ما باتر چسبیده به اینجا وی و تخم گنده نست نوازه نیستم این یک تا تخم است آها ما ایده میخوام بخورم آها و یک تخمی که جالبه چی که برتان بسیار جالب است آها واقعا واقعاً که تخم همراه پوستشان بود ای دانم او پر او پر شد باور تو من این مال از این بقل دان سر میکنم از این بقل دان سر میکنم یک تا کلام بوده برمی یک تا کلام یک تا کلام بوده میمونی آمد آمده که میمونی آمد کلا را بوده پیش بزد کلا که از دیگه آه خلاص وانا کلا معلوم میشه وانا کلا معلوم میشه الا در جرش هم یه اونو جوان کاش ای داره بی معلوم من هم ایده که بخواه بابا بانی یک دانه بیره پوستش بیتامی لاره سعی کنیم کمره پوستش میخورم بی پوست میکشم جالب هست یک تک تک باید کنیم نه چی باش قد شد حالا من باید سعی کنم که من چی خواستم از اماری سعی طرف کامره خیلی سعی کن او طرف سعی کن که این طرف این سویس کامره هست حالا کامره دانه چند تا بیدینه آه من خدا این تاثرات تخم و کله هست شما از این کارا نکنیم لطفا آه سالها در بر میگیره خب حالا میخوام که در چه به آقای پشپردک سر یک تا کله ها داشت با من کله است این شاب جیبه کنم ما کله رو نشانی کردیم فکر باشه من یک تا کله دیگه هم برای خان و خندان برد نه افضل تو بخواه تو بخواه برشان آورده میرنیم تو چقدر از یک تا دیگه هم هسته دی خلطه بخواه از خودتان هسته آلما از این بنده نمیده یک دانه تو خمور غم هست کنون برای خانم خانم آه تشکر نگه از کارای نری کی هست ما نری میخوام که کتزینی خب یا تو هم چه شد کلا خو بر آمد تو خو اونو وقت بود خانم خندان نیده از طرف نیال میبرسن شما صرف کنین اینی رو من گره میزنم مارش استاد شد
به سرش گره میزنم به این شکل. پیشبازک این را بگی پیشبازک بطه آفرگرد اولی را میخوایم که مرا خود اجرا کنم. بگی یعنی گره سک 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 می شکل خوب او بیادر کدام گپ شد برای پای ما نیست فکرتان باشه یک وقت بگی خلا خلا خندان را غیب کردم. اوه سایکو دندان داری خوب کم نبیای سیو بشده یک وقت سیتا نشد اقل دندانم کشیده البته اقل ترکی و اون سی سیتا شده. حالا خود ادام میکنی چی میکنی؟ نه من خود قید کردم و این را میخوایم به تخنیک از گردنم میخوایم بکشم اشانه او را قید شدم گردن. اسمان جان کمره اون طرف هستم کمره میکاره را که ببین عزیزم بلنده خب صبر کنیم که شنلش مست کمه خیلی هست ها ای دارم حالا میخوایم که دست خانم خندان نه دست مثل پشگر دست نگه نه دست خیلی دست خیلی میگن از خاطر چی میگن نه هر چی دست تا قید بگنی؟ یک دست تا قید میکنی باش کسی بگم که عثمان جان امروی خود میبرید قلفای دوکانه رو باز کنم. خب در باره از این قلفا که گفتید ما به گپ خانم خندان یک روز ما در دیات رفته بودم کیایش انجام شده؟ نه نه ملا مشیشته بود امین چی بود دیگه زمستان بودن ما را گفتن که یک بچه کوچی بود که در این مردم ها را برده بود در خیزک انداختن یک جوی بود از او برده بود. وقتی که ما آمدم امین ملا کده که چکچک در مردم ها بفین نال کتازی بچه کوچی ی عثمان جان شرط بزنه سر دو دو دیگ ماست کودک. وقتی که جوی دیدم ای بچه کوچی را دیدم گفتم ای خود نیجه کلامه ولی اگم از جوی خیز پرد و سای بود که خیز انداخت گفتم بیا اول تو پرتو که باز ما بعد از اون اندازم ای که انداخت خوب دیدمش گفتم ولی که تزی خونه همه وقتی که خیز انداخت یک چار ناخون سر از این جوی اوست انداخته بود دیگه ای که چی کرد مام ولی به اجازه گرمت نمی پیرن یارا کشیم گفتم سبک باشم کمی انداختم خیز یک دو چهار ناخون سوتر او وقت که انداختم او دو دیگ ماست از ایرم به اجازه بردم بردم وقتی که چی شد به حساب کلیکی گفتن خانم خندان ما که در ایجا آمدم گفت والا ما گفتم یک تخنیک دارم گفت چی تخنیک ما گفتم اینی دیوار قریه است بلند بود بسیار گفتم نال تو بچه کوچی که تیما اینو تکشر بزن که در اینجا چی شد خب گفت اول تو برو پرد وقتی که ما بالا شدم در سر دیوال از سر دیوال ملاخ زدم مکان یکان ذره جمناستیکم کار میکنم شکر وقتی که من داختم این سفیدا گفت جانتان نگاه کن از این کده دیگه دوز قوی پیدا نمیشه دیگه دو حالا که بالا شد پیدا نمیشه حالا از این بگو تاجل از این قدرت رو کشیدن یا ولی دو قریه که بودم خب من ملاش بسیار دم در داخل ماجد هم دیگه گفت بیا که یافتم نیافتم دیگه زمستان است فکر کنم باز از یک بیشی کمی یک قدر جای مرا خوب گرم نگاه میکرد من ترسیدم که ملادز نباشه آنی نی با دو گارا کار نداریم خدا او را از ما از این داخل او را از زواتش دم چند شب پیش من خودم دیگه که محفل های عرسی دوستا دعوت بودم رفته بودم زنگ بچه اومد تیزه که خانه بیا که دوست دروی بام افتاد به بایران مادم چی کرد یک دانه آیینی که الان دروی بام دید دوست بیچاره آمده میخواد در خانه همسایه برای پای در آیین بچه خرابات که دروی سپه افتاده ای بچه ایم آمده گفته کاکا اوبار نشدی کاکا اوبار نشدی گفتنی والا من نمیفهم که مرا که اینجا آورده با دروازه رو بازم من در بیچه در لنگ لنگ کنه رفت دیگه خدا بذارش نخواد دیگه بیایم دیگه تو بیش باشد دیگه دو نفر هیت بگو تو که باز خانم خدان اینه بود یک نفر لاف میزد که من دلار دارم و موتر دارم این در حالی که چهار تای چیز هم نداشت چی میگن؟ چهار تنگ هم نداشت آه چهار تنگ هم نداشت این شو خانه دزمه دزمه خانه پایین میپالد پشتی ها و اماری و بکس ها را کلکت هیچ چیز نمیفه خانه بالا میره گره و گدی میکنه میبینه که در خانه منزل خودش منزل سیخ هست میبینه که در منزل دو دوست هست
سر شب میکشه میگه اینجا در روز روشن چیز پیدا نمیشه تا شب آمدی. از این بیننده تا جای نه تو سب کو که این پیشپزه خیلی پیشپزه که میگه نه میمانه که میمان گپ بزنن. حالا بیایی ببینیم که خود مهمان عمر جان عثمان جان میگن که هم کلدان خب داریه میزنه و هم آواز میخونه و هم بعض چیزهای دیگی داره که ما مشتاق او لحظه هستیم. البته ما آمادگی سه چی نداشتیم خیلی هست خیلی هست خیلی هست خیلی هست خیلی هست گرمه با آخری میم لیلو ورد لیلو لیلو غمچه ده لیلو و شیرینه لیلو وردن پویگی دیارن خبر هر شتا کوینه هی لیلو ورد لیلو لیلو غمچه ده لیلو زما شیرینه هی عثمان جان ولی بگو بگو داریه بود یا دبله؟ نه دایره بود زنگای زیاد بود چرا که دایره دایره ایرانی بودن ولی اونا کلش در شرشهره و چیزا با ما آماده است دایره ایرانی بودن میال وقت از او بچه هر چیز که داری در میدان پر آه باشی ببینیم که آقای عمر صاحبه کی کسا را در این کارا تشویق میکنن؟ حالا از ما یک رفیقای ما هستن و دو تا برادرم هست تشویق میکنه و بسیاری دیگه همین دوستا و رفیقا و کسایی که کتیمه سلام علیکی میکنه خوش شمایم و من تشویق کرده میرم. ببینیم که در وطن ما سی نفر که ما رو تشویق کنن چی کلان کارا کنیم در خارج که بسته بدشون تشویق میکنه آخر یک کار رو میکشن و بازمین تبلیغات رو میکنه که فلانی تو کار رو کنه با افتخار خودشون چک میکنیم. موبایل نوکیا رو سامسونگ جور میکنم، سامسونگ گلکسی و یک کمپانیشون صاحبشون خبر نشوه. نه، اون بود که ما چند تا چیز همه، مثلا سه تا چهار تا موبایل هم میمانم. اگر بگویم خودتان ایچ کدامتان گرفته نمیتانید. اگر بگویم نوکیا رو بگیرین، شاید نوکیا رو نتانید گرفته. مقصد هم یک دفعه متونه، نه که پسان شاشتنه اگه زده بارین کورا بگیرین. آه سمان جانین از من نوکیا سامسنگ بگیرین؟ از من نوکیا سمیر سامسنگ جور کن بگیرین. نه نه سامسنگ نوکیا را به شکل میمارم. من میگم خانم خاندان یا خود در کدامتان نمیتونین گرفته بالاخره در این زمین. من میگم همین نوکیا را وردار نمیتونی و اگه بگم سامسنگ وردار نمیتونین ورداشته از این زمین برداشته نمیتونین. بله عزیزان بیننده بخاطر از اینکه پیش از اینکه ما بیاب شاییم چیز را گرفتن نتانیم خیر است بقیه کارهایش در برنامه بعدی انشاءالله دعوتش میکنیم و لحظه کم باش بودیم چون در هر برنامه باز میگیم که امی میمان ما نه و گرم میایه برنامه ما باید خداحافظی بگیره و دیگه چی بگویم دیگه بازم اونمون خداحافظی دیگه تشکر میکنم آقای عمر صاحب که شما در برنامه تشریف آوردین تشکر که دعوت ما رو پذیرفتین چون در آخرین دقایق برنامه هستیم که باید امری ازیان بینده خداحافظی بگیری و بعد از او با نوبت به نوبت اما خداحافظی میکنیم کم را در خدمتتان ما میخوام که برای تمام مسکینا و بیچارای جوانایی که هست که اینا باید صبر دل برشان داده شد و بگیر صبر کنن بخاطر از اینکه حالا وقت شده دو تا رفیق لوفر پیدا میشه مثلا که یک دوست یک جوان بیرام میسازه یا به طرف متادین کششان میکنه یا میخواه به دوزی یا به لچکی وقتی اون نفر خبر نمی باشه ساده می باشه میره دوزی رو میکنه گرفتاری بیچاره دیگه میشه و در افغانستان و ما میخواهیم از جمهور یا کسی که در مسئله از شهر چی هست شارواله است این بخاطر از اینکه چوب در کجا رسیده و گاز در کجا رسیده اتو مسکین هاست که من میبینم به سر چشم خود خانما و آقایون دیدم که سیاسرا پلاستیک از سر کسافات ها جمع میکنن و میبرن برای زمستان برای خانه خودن. تشکر از برنامه چیتان من بسیار خوش شدم وقت کم داشتیم و خاطر از دیگه یه خداحافظی کوتاه پیش پسک میگیره آه جهان خنده آمد به پایان بی اتفاق شویم یک جمع یاران بی اتفاق شویم یک افغان هستیم
بی اتفاق شویم یک ملت هستیم. و خواهر خندان؟ میگه دنیا به دست کسانی است که دست دارن و دنیا به کام کسایی است که کام دارن و دنیا به چنگال کسایی است که پنجه دارن. این مزاق بود. همیشه لبخند به چهره داشته باشه. بله عزیزان بیننده، این بود برنامه هفته جهان خنده که حضور گرم شما عزیزان تقدیم کردیم. خدا کنه تا این دقایق ما را دنبال کرده باشین و نگفتن نمانه که آهنگ مقبول زیبای اسپیشال فورس که سراب جان عزیز در استودیو خود ما تهیه و تنظیم کرده، با ختم امی آهنگ اما شما عزیزان دل را به خداوند منان می سپاریم. اوقات خوب خوش داشته باشین تا هفته بعد. بدرود. فرزند عزیز ز من که داماد شدی آستانه رو سر به روان آستانه رو صد شکر خدا جوان شدی شاد شدی ماستا برو ماه ما ناستا برو با تازه رو سیم چو شمشاد دفتاک باشیم چو شدی؟ کلگی رفتن تو هم سرسامانی را جمع کردی ننی آروس هم ناجوش رفتن شفاخانه همشون کجا بردنش هیچ که دوتن نمانه کل قوماش هم قار کرده کل قوماش قار کرده ما و آروس تا نماندیم بیا ما آهنگ آخره خوب بخوان اما ما آهنگ مادر آروس هم کوکو جان ما در خدمت بگو که داریا و دنبوره در خدمت تصویر بخوانم خواندی کل مردم در خواندن رو دیوانه کردی امی آهنگ آخره بخوان که ما بخیر بریم بخیر صبح بخیر سون امریکا میریم کلگی ناجور شد کل قوم از یا قار کرد ما چم چی بلا مردم بودن چشم کاکا جان اینم امی دقیقه میخوانم دلز بخوان مادر آروس نکو گریه پرسوز دختر زیبای که داماد میره امروز مادر آروس نکو گریه پرسوز دختر زیبای که داماد میره امروز دختر زیبای که داماد میره امروز زیبایت که ده داماد می رهیم رو چادر سبز جالیت مبارک مادر آروس نکو گریه پرسود دختر زیبایت که ده داماد می رهیم رو شب خوشی عزیزان شاد خندان مادر آروس نکو گریه پرسود دختر زیبایت که ده داماد می رهیم رو شب وصل خوشحالیت مبارک مادر زیبایت که ده داماد می رهیم رو مادر آروس نکو گریه پرسود دختر زیبایت که ده داماد می رهیم رو مادر آروس نکو گریه پرسود دختر زیبایت که ده داماد می رهیم رو دختر زیبایت که ده داماد می رهیم رو زیبایت که ده داماد می رهیم رو پدر و مادر از دلشاد مادر آروس نکو گریه پرسوز دختر زیبایت که ده داماد می رهیم رو دست آروس با دستت زیب دارد مادر آروس نکو گریه پرسوز دختر زیبایت که ده داماد می رهیم رو
زیبای کد داماد میره امروز مادر آروز نکو گریه پرسوز دختر زیبای کد داماد میره امروز دختر زیبای کد داماد میره امروز مادر آروس نکو گریه پرسوز دختر زیبای کد داماد میره امروز آینم و صابروی پاک قرآن مادر آروس نکو گریه پرسوز دختر زیبای کد داماد میره امروز مبارک بادم ای جشنی دو فامیل مادر آروس نکو گریه پرسوز دختر زیبای کد داماد میره امروز زیبای کد داماد مادر آروس نکو گریه پرسوز دختر زیبای کد داماد میره امروز مادر آروس نکو گریه پرسوز دختر زیبای کد داماد میره امروز مادر آروس نکو گریه پرسوز دختر زیبای کد داماد میره امروز مادر آروس نکو گریه پرسوز دختر زیبای کد داماد میره بریم باید بریم دیگه بریم باید بابای تا در خانه میبینیم ننیتم خدا سیستی بگیریم بخش تو پروازت امریکا میریم چون نارام هستی چرا چگر خونستی من خیلی خوش ازم دیدی که لکا دلار سرت بار کردم چقدر مردم نان دادم او دادم بریم بریم بسم الله بو فایت آباد سر بدن قرین شمشاد شدیم باستا به